آسان‌ترین دستور تهیه مرغ شکمپاره مجلسی داخل قابلمه و بدون فر همینه. سلام، معصومه هستم. به کانال آشپزی من خوش اومدین. توی این ویدئو آموزش این مرغ شکمپاره رو میبینید که خیلی راحت داخل قابلمه و بدون استفاده از فر درست میشه. بسیار خوشمزه است، ظاهر زیبایی داره و در کنارش آموزش یه سس بی‌نظیر رو می‌بینید که طعم این غذا رو چند برابر می‌کنه. پیشنهاد می‌کنم همین حالا این ویدیو رو سیو کنید و برای دیدن آموزشش تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. برای این مرغ شکمپاره من از یک مرغ 1.5 کیلوگرمی استفاده می کنم و بهتره که وزن مرغ بین 1.5 تا 2 کیلوگرم باشه. قسمت انتهای دم مرغ و نوک بال رو جدا می کنیم، کنار می زاریم. وقتی که قسمت‌های اضافی مرغ رو جدا کردیم، داخل یه دونه ظرف می‌ذاریم و مقداری زعفرون دم کرده بهش اضافه می‌کنیم. روی تمام قسمت‌های مرغ می‌ریزیم و با دست کاملاً ماساژ می‌دیم تا اینکه تمام سطوح مرغ به زعفران آغشته بشه. یه مقدار پوست روی سینه مرغ رو کنار می‌زنیم و اون رو هم با مقداری زعفرون آغشته می کنیم. نمک و فلفل سیاه رو هم روی تمام قسمت ها و داخل شکم مرغ می زنیم. با دست ماساژ میدیم تا تمام قسمت ها به نمک و فلفل و زعفرون آغشته بشه. یک عدد پیاز متوسط رو به صورت خلالی خرد میکنم. پیازهایی رو که به صورت خلالی خرد کردم داخل یه ظرف می‌ریزم. حالا یک عدد فلفل دلمه‌ای سبز رو هم به صورت خلالی برش می‌زنم و به پیازها اضافه می‌کنم. مقداری نمک و فلفل سیاه اضافه می کنم. آب یک عدد لیمو ترش تازه رو هم به پیاز و فلفل اضافه می کنم. لیمو رو با چاقو برش می زنم و به مخلوطمون اضافه می کنم. این لیموها باعث میشن که طعم مرغ بهتر بشه و کاملا بوی ذهن مرغ گرفته بشه. خب، حالا همه مواد رو با دست مخلوط میکنم. یه مقدار فشار وارد میکنم تا آب مواد جدا بشه. این شکلی مرغمون بهتر مزه دار میشه. حالا از موادی که آماده کردیم روی تمام قسمت‌های مرغ می‌زنیم و یه مقدار از مواد رو داخل شکم مرغ می‌ریزیم. سعی می‌کنیم که تمام قسمت‌های مرغ رو با این مواد بپوشونیم تا زمانی که مرغمون داخل یخچال قرار می‌گیره تمام قسمت‌ها به خوبی مزه‌دار بشن.
من یه مقدار از این مواد رو زیر پوست مرغ هم قرار دادم. فقط سعی کنید که پوست مرغ رو زیاد نکشین چون که پاره میشه. روی ظرف رو با سلفون میپوشونیم برای یه شب تا صبح و حداقل 12 ساعت داخل یخچال قرار میدیم. برای داخل شکم مرغ یک عدد پیاز متوسط رو به صورت خلالی ریز خرد میکنم و کنار میذارم. یک عدد بوته سیر تازه رو هم به صورت نگینی خرد می کنم. اگر سیر تازه در دسترس نداشتید می تونید از چند حبه سیر خشک هم استفاده کنید. سیر خرد شده رو هم داخل یه ظرف می ریزم و کنار می ذارم. من سعی می کنم ابتدا همه مواد رو خرد کنم، آماده کنم و بعد اونها رو تفت بدم. یک عدد فلفل دلمه رو هم به صورت نگینی خرد می کنم. برای داخل شکم مرغ میتونیم از سبزیجات معطر استفاده کنیم. من اینجا فقط از چند شاخه نعنا استفاده کردم. اونها رو یه مقدار خردشون کردم و کنار گذاشتم. میتونید از جعفری و گشنیز یا سبزیجات محلی هم استفاده کنید. یک پیمانه مغز گردو رو هم خرد میکنم و کنار میذارم. دقت کنید که مغز گردوها رو خیلی ریز خرد نکنید چون بهتره که موقع خوردن زیر دندون بیاد. من همه مواد مورد نیازم رو آماده کردم و حالا به ترتیب اونها رو داخل تابه روغن تفت میدم. ابتدا پیاز خلالی خرد شده رو اضافه میکنم و داخل روغن تفت میدم. یه مقدار که پیازها سبک شدن سیر خرد شده رو اضافه میکنم. به مخلوط سیر و پیاز یه مقدار نمک و فلفل سیاه و زردچوبه اضافه می کنم و تفت می دم. در ادامه فلفل دلمه خرد شده رو اضافه می کنم و تفت می دم. مغز گردوی خرد شده را اضافه می کنم و تفت می دم. برای خوشمزه تر شدن مواد من چند عدد آلو هم اضافه کردم. حالا پوست یک عدد لیموی تازه رو هم رنده می کنم، به موادم اضافه می کنم که فوق‌العاده مخلوط موادمون رو خوش عطر می کنه. در ادامه نعنای خرد شده رو اضافه می کنم و مخلوط می کنم. در آخر هم تقریباً یک فنجان زرشک رو اضافه می کنم.
برای چاشنی مواد من 2 قاشق رب انار به مخلوطم اضافه کردم. اگر انار در دسترس دارید میتونید از دونه های 1 عدد انار هم استفاده کنید. واقعا عالیه. خوش عطر و خوشمزه. بعد از استراحت مرغ رو از داخل یخچال بیرون میاریم و موادی که با اون مرغ رو مزه دار کردیم از تمام قسمت های مرغ و همچنین از داخل شکم مرغ جدا میکنیم. به مخلوط موادی که برای داخل شکم مرغ درست کردم آب 1 عدد لیموی تازه رو اضافه می کنم و شکم مرغ رو کاملا با این مواد پر می کنم. من یه مقدار از این مواد رو هم برای سیف کنار گذاشتم. حالا لیمویی که آبش رو گرفتم 2 قسمت می کنم و اون رو در ابتدا و انتهای شکم مرغ قرار می دم. در آخر هم با نخ و سوزن استریل و بهداشتی شکم مرغ رو به خوبی میدوزیم تا وقتی که داخل قابلمه برای پخت قرار گرفت مواد داخل شکم مرغ بیرون نریزه. من پاهای مرغ رو هم به این صورت روی هم قرار دادم و با همون نخ کاملا فیکسش کردم. بالها و گردن مرغ رو هم با خلال دندون به بدنه مرغ وصل می کنیم. حالا مرغمون دیگه آماده است که داخل تابه روغن سرخ بشه. من مجدداً یک بار دیگه تمام قسمت‌های مرغ رو با زعفرون آغشته کردم. داخل ظرف مورد نظر مقداری روغن می‌ریزیم. وقتی که روغن داغ شد، مرغ رو داخلش قرار می‌دیم. بعد از اینکه مرغ رو داخل ظرف قرار دادید، به طور مداوم مرغ رو حرکت بدید و تمام قسمت‌های مرغ رو داخل روغن قرار بدید تا اینکه سرخ بشه. من به طور مداوم مرغ رو داخل روغن میچرخونم تا تمام قسمت‌های مرغ به یک اندازه سرخ بشه و اینکه جایی از مرغ داخل روغن نسوزه. وقتی که تمام قسمت‌های مرغ خوب سرخ و طلایی رنگ شدن، اون رو از داخل روغن بیرون میاریم. برای درست کردن سس غذامون، من 1 عدد پیاز متوسط رو به صورت نگینی خرد می‌کنم. مجدداً تمام موادی که برای درست کردن سس لازم دارم همه رو آماده می کنم و کنار می ذارم. یک عدد فلفل دلمه‌ای نسبتاً کوچک رو هم به صورت نگینی خرد می کنم و کنار می ذارم.
حالا یک عدد هویج رو هم پوستش رو میگیرم، به صورت نگینی خرد میکنم، داخل ظرفی میریزم و کنار میذارم. حالا داخل همون روغنی که مرغ رو سرخ کردیم، ابتدا پیازهای نگینی خرد شده رو می‌ریزیم و تفت می‌دیم. پیازها که کمی سبک شدن، حالا هویج خرد شده رو اضافه می‌کنیم. فلفل دلمه‌ای رو هم اضافه می‌کنیم و تفت می‌دیم. مقداری نمک، فلفل سیاه و زردچوبه هم اضافه می کنیم، داخل روغن تفت می دیم. در ادامه یک قاشق رب گوجه فرنگی و یک قاشق رب انار رو هم اضافه می کنم و تفت می دم. می تونید به جای رب انار از رب آلو هم استفاده کنید. در آخر یک لیوان پوره گوجه فرنگی رو به موادم اضافه می کنم که هم طعم و هم غلظت سس رو خیلی بهتر می کنه. وقتی که سس آماده شد، مرغی که از قبل سرخ کردیم روی اون قرار می دیم و دو لیوان آب رو بهش اضافه می کنیم. زیاد آب داخل سس نریزید، چون که خود مرغ در تیه پخت آب میندازه. من یه مقدار روی مرغ رو هم زعفرون ریختم و بعد در قابلمه رو گذاشتم تا اینکه مرغ پخته بشه. بعد از حدود 45 دقیقه تا یک ساعت، حالا مرغ رو ما برمیگردونیم تا اون طرف مرغ هم به خوبی پخته بشه. مجدداً روی این قسمت از مرغ رو هم زعفرون می‌ریزم و در قابلمه رو قرار میدم. وقتی که مرغمون کاملاً پخته شد، حالا مرغ رو مجدداً برمیگردونم و از مخلوط کره و زعفرون روی تمام قسمت‌های مرغ رو رومال می‌کنم. این بار در قابلمه رو نیمه باز قرار میدم تا اینکه سس غذامون کاملا جا بیفته. مرغ شکمپر ما آماده شد. به به، باورتون میشه این مرغ شکمپر داخل قابلمه و بدون فر درست شده؟ خیلی ممنونم از اینکه تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم این غذای فوق‌العاده خوشمزه رو درست کنید و در کنار عزیزانتون از عطر و طعم بی‌نظیرش لذت ببرید. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، نظراتتون رو در رابطه با این آموزش توی کامنت‌ها برام بنویسید و اگر تا به حال کانالم رو سابسکرایب نکردید، برای دیدن آموزش‌های بیشتر کانال آشپزی من رو سابسکرایب کنید. از لطف و همراهیتون سپاسگزارم.